از نظر من حداقل کسی که ازدواج میکنه یا نمیکنه مسئله شخصی خودش است. اما چی باعث میشه که یک خانم به تمام مردای یک کشور باور نداشته باشه؟ خانم سارا کریمی رو شما میشناسین، خانمی که رئیس افغان فیلم هست. این روزا گفته های از اون نشر شد در شبکه‌های اجتماعی که خیلی سر صدا پا کرد. گفت که من بالای هیچ مرد افغان باور ندارم. چرا؟ درود و مهربانی، وقت شما بخیر، روزتون تندرست و کامگار باشین. من جاوید صادقی هستم. خانم سارا کریمی رو ممکن شما بشناسین، کسی که رئیس افغان فیلم هست و این روزها خیلی مشهور شد، مخصوصا بعد از اینکه سینما پارک تخریب شد. آقای صالح دستور داد که سینما پارک را تخریب بکنین و شهرداری کابل و نهادهای مربوط تصمیم گرفتن که را تخریب بکنن و قرار است که به گفته مقام‌های حکومتی قراره که به زودی اونجا یک مکان فرهنگی دیگه درست بشه که یک قسمتش هم سینما باشه. خب این مسئله موافقه مخالفای خاص خودش داشت، اما خانم کریمی که رئیس افغان فیلم هست رفت اونجا گریه کرد، صدای گریهش بلند شد، زار زار گریه کرد و سوژه خیلی از کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. من در مورد این ویدیو زیاد صحبت نمی‌کنم، چون بعد از این ویدیو خانم کریمی دعوت شد به تلویزیون طلوع و تلویزیون طلوع از اون مصاحبه گرفت و در برنامه سراشه دعوت شد و یکی از حرفای از اون خیلی سر زبان‌ها افتاد، اینکه گفت من به هیچ مرد افغانی باور ندارم. خب حرفای دیگه هم گفت که من ازدواج نمی‌کنم، دوست ندارم ازدواج. اون حرفای دیگه، من در این مورد کار ندارم، چون به نظر من حداقل ازدواج کردن یا نکردن مسئله شخصی افراد است. من نمی‌خوام وارد زندگی شخصی کسی بشم. و اینکه خیلی در مورد اون نوشتن که فراری هست، نمیدونم از پدر مادرش دور بوده و فلان حرفای زیادی گفتن، من در این مورد کاری ندارم، چون مسائل شخصی هست و دوستم ندارم کسی وارد مسائل شخصی کسی بشه، چون نزاکتن کار درستی نیست که آدم در مورد مسائل شخصی کسی صحبت بکنه. اما میخوام در این مورد صحبت بکنم که چرا یک خانم به تمام مردای یک کشور اعتماد نداره. من اعتراف میکنم که ما مردای افغان یا افغانستانی خب چالش های زیادی داریم، اما همه ما هم بد نیستیم. من نمیخوام بگم که ما آدم خوبی هستم، شاید ما آدم بدی باشم، شاید افراد مردای زیادی بد باشن، اما چطور میتونن تمام مردا بد باشن؟ آیا ما 100 مرد خوب در جامعه خود نداریم؟ خب در این مورد حرفای زیادی گفته شده. اول اون ویدیویی که در تلویزیون طلوع خانم کریمی صحبت کرده بود، کوتاه میبینیم اون ویدیو رو. یگانه خواسته که جز او هیچ چیز از مرد زندگیتان نمیخواین را میخواین بفهمم چی است؟ به هیچ مرد افغانی باور ندارم. کسی گفت شما بد رقم مرد ستیز هستین؟ خوب است. این ما میخواییم بفهمم که از چی وقت به این طرف مرد ستیز شدین؟ چی باعث شد؟ از 20 سالگی میترم. این قسمت رب ندارم اونقدر زیاد. در مورد اینکه گفت من به هیچ مرد افغانی باور ندارم، ای خیلی سر زبان ها افتاد. کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد نوشتن و گفت که از همجنس های خودش و از اطرافیان خودش حرفای زیاد شنیده. خب انسان ها معمولا قضاوت میکنن به غیر از نسبت به اطرافیان خودشان، از نسبت به محیطی که به اونجا زندگی کردن، چون باید آدم بک‌گراند انسان ها یا پس‌زمینه‌شان ببینه که یک زن چرا مرد ستیز میشه و یا یک مرد چرا زن ستیز میشه، چون ما مردای زیادی هم داریم که زن ستیز هستن و من دیدم متاسفانه که بیشتر زنها را بد میگن، زنها را ضعیف میدانن. خب آدم اگر خواسته باشه جوانب قضیه را ببینه و پس زمینیشون را مطالعه بکنه، بیشترشون که میبینیم حداقل در محیط های زندگی کردن که در اون محیط ها حداقل خانواده هایشان اونگونه بودن، علیه زن بودن و یا از زنها اونا چیزای خوبی ندیدن، تصاویر خوبی از زنها ندیدن، از زنهایی که در اطرافشان بودن به خاطر یک تصویر کلی دارن از زنها. البته این مسئله تنها در مورد آقایان نیست، در مورد خانم هست، چون خانم های زیادی را من دیدم که به غیر از روی اطرافیان خود قضاوت میکنن. مثلا برادرش با خانم و برادرش رفتار خوبی نداشته، پدرش با مادرش رفتار خوبی نداشته، کاکا و یا مامایش با خانم هایشان و دخترهاشان رفتار خوبی نداشتن، اونا را تغییر کردن. فکر میکنه اکثریت مردا اونگونه هستن. من نمیخوام از مردا طرفداری بکنم و همچنان نمیخوام بگم که مردای افغان همه خوب هستن، افغانستانی ها مردایشان عالی هستن. نه، من اعتراف میکنم که ما مردای بدی هم متاسفانه داریم، بدون استثنا در هر جامعه‌ای هست، اما خوبی‌ها هم نباید فراموش بکنیم.
چالش هایی که یک مرد افغان و یا افغانستانی میبینه به خاطر خانوادهش، او هم نباید فراموش بکنه. قرار شما او را با یک مرد آمریکایی یا یک مرد نمیدانم آلمانی یا سوئیسی مقایسه بکنین، شرایط او هم درک بکنین. من میدونم که خانم های ما، دختران ما در افغانستان مورد ظلم و ستم قرار گرفتن و البته یاد شما نره، نه تنها از طرف خود مرد، که از طرف خود زنها هم مورد ستم قرار گرفتن. پس ما میتونیم بگیم که همه زنهای افغانستان بد هستن به خاطر که چند تا زن بد بودن و هم نوان خود ظلم کردن؟ نه، به نظر ما کار منطقی نیست. خب ما میخوایم چند تا نوشته که کاربران شبکه های اجتماعی نوشته کردن، بعضی ها از این گفته خانم کریمی حمایت کردن، بعضی ها برخلافش نشن. البته بیشترش این مسئله رو کردن و برخلافش نشن، حتی هم جنسای خود خانم کریمی. غزنی یک پست نوشته، نمیدونم کی است، یک کاربر هست، نوشته کرده جواب مستند به صحرا کریمی بیننگ. من معذرت میخوایم که ایره خواندم، چیزی بود که نوشته شده بود. تصاویر هم پخش کردن از سیلابی که در جاده های کابل هست و نشان میده که یک مرد چگونه یک خانم را کمک میکنه و در حال انتقال دادنش هست. شما میبینید اینجا هم یک عکس دیگه هست که خانم زهرا عزیزی نشون که زهرا کریمی، من بالای هیچ مرد افغان باور ندارم، نقل از اون نوشتن و نوشتن که پایان نوشت، من افتخار میکنم بالای تمام مردای شجاع و افغانمون زنده و سلامت باشن و موفق‌تر از همیشه. این یکی از افرادی هست که طرفداری کرده از مردان افغانی و افغانستانی. خب کامنت‌های زیادی هم اینجا هست، بعضی هم عکسای شخصی گذاشتن که البته این کارشون، من فکر می‌کنم کار درست نیست. بین رو در رو صحبت بکنین، نقد بکنین کار کسی رو، ولی وارد زندگی شخصی کسی نشین. هیچ انسان کامل نیست، نه من نه شما نه هیچ انسان دیگه، همه ما اشتباه میکنیم، اما خوب از هر جا با اون ابزاری که نیاز داریم با اون ابزار کار بکنیم، سوء استفاده نکنیم، وارد زندگی شخصی افراد نشیم. اینجا هم آقای وکیل احساس نشن که شرط نیست دکترا داشته باشی، چون خانم زهرا کریمی دکترای فیلمسازی فکر میکنم داره یا کارگردانی. مهم این است که بفهمی کجا صحبت میکنی و چه کسی مخاطب تو هستن و چه کسانی مخاطب تو هستن. وقتی میگی از تمام مردان افغان بدون استثناء بدت میآید، دلیلش هم را بگو. وقتی افتخار میکنی که شوهر خواهرت افغان نیست و خارجی است، خوبیش را هم بگو. چون این قسمت در مورد صحبت های خانم کریمی که گفته بود، شوخی گفت یا جدی گفت، گفت که خواهرم خوشبخت است چون شاید شوهر افغان یا افغانستانی نداره، با او دلیل ایره نوشتن. خب طولانی است. اینجا یک پست متفاوت تر از خانم آرزو محمدی هست، نوشته کرده که صحرا کریمی به مجری بی سواد طلو میگوید در کل قصد ازدواج ندارم یا با آن فکر نمی کنم حتی. مجری با حالتی پر از احساسات کشکی و دروغین و لوس میگوید امیدوارم مادر شوید. مریم مقدس مگه؟ چرا تمام هموغمتان ازدواج و مادر شدن یک زن است؟ صحرا کریمی آنچنان روک و بیپروا نظراتش را گفت که بیشتر از نوعیت دیدگاهش همین روک بودنش به دلم نشست. حداقل یک چیزی که میتونم اینجا، من موافق باشم، دیدگاه شخصی خودم است که خانم کریمی رو من یک آدم روکی یافتم. من مصاحبه رو ندیده بودم، در رسانه‌های اجتماعی زیاد دمش نوشته کردن، به کنجکاو شدم رفتم مصاحبه رو دیدم، برای من بسیار جالب بود. خانم کریمی رو نمیشناختم، بسیار راحت صحبت میکرد، روک صحبت میکرد، اما در آخر یک بار شوکه شدم، گفتم که بیشتر مردم راست میگن، چرا همه مردان افغان یا افغانستانی، چرا آدم به همه ایشون نباید اعتماد داشته باشه؟ یعنی آدمای بدی هستن، آدمای سوء استفاده گری هستن و آدمایی هستن که اگه فرصت برشون برسه همه بدون استثنا سوء استفاده میکنن. برای من جالب بود و یه مصطفی فکر میکنم آقای حکیم ترسان که با نامش شاید ساخته شده باشه پخش شده، گفته صحرا کریمی من به هیچ مرد افغانی باور ندارم، خواهرم خوشبخت است که جانی سینس را گرفته. گفته میشه صحرا کریمی به مردان آفریقایی اعتماد زیاد دارن. خب این پستم طنز هست، چون معمولا از این صفحه پستای طنزگونه پخش میشه، تنها در مورد خانم کریمی البته نمی نویسه، این صفحه در مورد همه می نویسه. برای آقای ترسن هست، آقای ترسن که شما میشناسین که نامزد ریاست جمهوری بود و در مورد شرفای زیادی گفته میشد. و آخرین پستی که میخوایم برای شما بخونم، اون پستی است که
The Ideal Afghanistan نشر کرده و نظریات مردم رو نوشته، کلی نوشته کرده که نظریات مردم در مورد این خانم بیعقلترین و خسته کننده‌ترین میمان برنامه سراچه خاک دهی قواره تمرای مفکورایت. هیچ وقت همه انسان ها به یک شخص قیاس نمیشه، یک روانی و بیعقل به تمام معنا. یهود را چرا دعوت کردین؟ بسیار آدم بی اخلاق بود، ای فهمون مقام که برش دادن. یک زن وحشی و روانی، چرا مردم در مقابل این خانم اینگونه واکنش نشان دادن؟ نظر شما چیز خوب. کامنت های زیاد اومده، البته ما بیشتری مسائل که موافق نیستم، چون احساس میکنم توهین هست و نباید ما کسی را توهین بکنیم. اگر قرار است نقدش بکنیم نقدش بکنیم، ولی توهینش نکنیم. به هر حال وارد مسائل شخصی کسی هم نشیم و مسائل مذهبی و نمیدونم خانواده کسی نه، این وقتی میخوایم کسی رو نقد بکنیم، چون ناجوان مردانه هست، چون کار درست نیست به نظر من. بهتری هست که رو در رو صحبت بکنیم و اگر مورد خوشمون نمیه، همین رقم که رک خود خانم کریمی در برنامه گفت، ما هم رک بگیم. آرزو دارم که کسایی که موافق گفتهای خانم کریمی هستن بپذیرن که همون رقم که اون نظر شخصیش هست. خب این نظر شخصی من هم هست که همه مردا بد نیستن. حداقل تجربه من میگه که مردها همه یکسان نیستن. من مردای بسیار خوبی دیدم، مردای بدی هم دیدم. حداقل من در مورد پدرم میگم، شاید پدرم یک شوهر بسیار خوب برای مادرم نبوده باشه آنطوری که باید باشه، اما در مقایسه با خیلی از مردانی که من دیدم، در آلمان دیدم، مردان آمریکایی دیدم، مردان ایرانی دیدم، پدرم یک الگو هست برای من. خیلی زحمت ها برای مادرم کشیده و مردایی که در اطراف ما بودن مردای بدی نبودن همه. حالا مواردی بوده خودم شاید مرد عالی نباشم، اما خوب نیست که تر و خشک به اصطلاح پای هم بسوزه و همه مردها رو ما بد بگیم. و یا اگر یک زنی کار بدی میکنه، ما همه زنها رو بد بگیم. مثل بعضی از مردان متاسفانه هستن، یک تفکری دارن که زنها ضعیف هستن، زنها اینگونه هستن، زنها اونگونه هستن. نه خیر، نه اینکه دردی رو دوا نمیکنه، فکر میکنه فاصله ها رو بیشتر میکنه. و مخصوصا کسایی که خود رو دانش آموخته میدانن و کسایی که خود رو باسواد میدانن و میگن ما دکترا داریم، از اونا نباید چون این حرفای بیرون میشه. یه دقل نظرات شخصی من هست، اگر بس بحث نظر شخصی است. من نمیدونم نظر شما چی هست. آیا به نظر شما هم همه مردای افغانی افغانستانی بد هستن یا خوب هستن، یا شما با موافق هستن که خوب و بد در هر قاعده وجود داره؟ دیگه خود را زیر همین ویدیو بنویسین. برای شما آرزوی تندرستی و کامگاری میکنم. بسیار تشکر میکنم که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. برای شما وقت خوش میخوایم. و اگر مجرد هستین و دوست دارین که به زودی ازدواج کنین، خانوما رو میگم آرزو دارم یک مرد بسیار خوب افغانی افغانستانی نصیب شما بشه، مردی که بهش افتخار بکنین و شما بلند بشین و بگین که مردای افغان بد نیستن. تشکر میکنم از شما، تندرست باشین و کامگار. خدا نگهدار.